حامد جان من میدونم که شما در حال حاضر که استخر و تعطیل هست و حتی قبل از اون مشغول به فعالیتی بودین در یک شرکتی که خودتون ثبت کردید به نام آکواتی کانسالتینگ اینک در این شرکت شما علاوه بر آموزش مشاوره و همراهی شناگران و رشتههای ورزشی دیگه مثل تی آر ایکس و بدنسازی شما در واقع یه سری سه سرتیفیکیت سه هم صادر میکنید دلوقتي. یه مقدار راجع به این بفهمید صحبت بکنید و بعد از این اگه اشکال نداره ما یه بخشی رو داریم که یه مقدار اکس ها و کتاب های شما رو میبینیم و بعد با با خانم نصرتی راجع بهش صحبت بکنیم بعد از این که شما اینها رو فرمودید چشم در سال 2012 من به این پی بردم که اطلاعاتی رو که در تمام تدریس و درسایی که خوندم اگر یادتون باشه اولین سفر تیم ملی نجاوری 1990 سوئد بود اونجا من تونستم که یک چند وقتی رو بمونم اونجا و شروع کنم به یادگیری مطالب در مورد مربیگری حالا نه به شنا رفتی به شنا نداشت ولی سخنوری در شنا اینکه ارتباط بین تو و شاگردت خیلی خوب بتونه برقرار بشه در رأس کار اسکاندیناوی بود یعنی اونا با دورههایی رو برای شما میذاشتن که شما بتونین بسیار عالی در شاگردت نفوذ کنی و بتونی مطالبی رو که میخوای راحت تر بهش بقبولونی هم علم میخواست هم سخنوری میخواست من اونجا یه سری دوره ها رو دیدم و بعدم اومدیم که بعد درس 2012 سفر بعدی انجام شد من این فضا رو دیدم که خیلی خالیه کسی نیست در فدراسیون متاسفانه که جوری به بچه ها و مربی ها آموزش هایی رو بدن که این سطح لول علمی و این روانی گری و روانشناختی رو بین خود مربی و شاگرد به وجود بیاره نداشتیم اصلا و همه مربی میتونستن بشن با یه هزینه انده کی میتونستن ثبت نام کنن خود یادت دیگه مربیگری درجه سه درجه دو درجه یک فقط این پولی که فرسون میخواست براش لازم بود حالا کی داره از اینجا فارغ التحصیل میشه اصلا ملاک نبود آیا اصلا میتونه ارتباط با بچه ها برقرار کنه من تای رو حتی به فرسون شنام دادم که آقا شما اگه درجه سه میخواین برگزار کنین درجه سه رد سنیای مختلف برگزار کن مثلا من صفر تا دو سال از زایمان در آب تا دو سال آموزش های آبی مبتدیانه رو برای رده سنی برای مربیایی بذار که فقط در این رده بتونن کار بکنن حالا در یه سه دو یک و بین ملل صرف تا دو سال رو به این مربی بده چون این بیشتر میتونه ارتباط برقرار کنه با نوزاد ولی من حامد دوست دارم در بالاترین لول کار با بچه های خیلی بزرگتر بلوغ یافته شده کار کنم من نمیتونم برم با نوزاد کار کنم اینا رو با تفکیک میکرد حتی درآمد مالیشم که اگه دوست داشت مالی منفعتی خیلی خوبی فراسی ببره بهتر بود چون به جای سه چهار لول مربیگری میتونه دوازده لول مربیگری داشته باشه و متاسفانه گوش نکردم خودم این فضا رو پر کردم در شرکت خودم که اون شرکت رو در آمریکا ثبت کردم به وسیله یکی از دوستان و از اون موقع ب... ما کار کردیم حتی در چند تا کشور هم این شرکت رو ثبت کردم و بعدم که با همسر خوبم آشنا شدم خانم نصرتی ایشون هم زیر نظر من دوره ها رو کامل دید و اینقدر مسلط شد به دوره ها که خودش دیگه اومد کارا رو دیگه از دست من پیرمرد در آورد و خودش داره کارا رو انجام میده